به نام مناسبترین واجه ها، به رسم محبت، به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بیننده های عزیز گرامی سلام علیکم امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و صحت من بوده زندگی سرشار از صفا و سمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تا و و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد توکلی استاد دانشگاه و پژوهشگر جناب استاد سلام بر شما خیلی خوش آمد. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان گرامی خواهران و برادران عزیز در داخل کشور عزیز ما و همچنین بینندگان گرامی که در نقاط عالم در عالم مهاجرت بیننده برنامه ما هستند امیدوارم که شش. برنامه مفید و مؤثری باشه به مورد عنایت بینندگان عزیز هم قرار بگیر سلامت باشین شما خیلی ممنون استاد از حضورتان خوشحالم که در روزهای پایانی سال 401 بازم توفیق دارم که در برنامه به وقت بیداری در قرار جمعه شبهای ما در خدمت شما هستیم و شالا امیدواریم که سال 401 با تمام تلخی و شیرینه هایی را که داشت پایان بسیار نیکویی را داشته باشه و سال پیش رو هم سال پر از صلح و آسایش و آرامش باشه و سال تحقق آرمان ها و اهداف و آرزوهای همه شما و همه عزیزان بیننده و همه بشر و جهان پر از صلح و آسایش و آرامش داشته باشیم ممنونیم از حضورتان استاد بحث ما اون که در جریان خب اخلاق کسب و کار و تجارت بود رسیدیم به اینجا که یک سری کارهای هست که انجام میگیره متاسفانه و اینا کسب و کار نامشروع هست مصادیق زیاده رو در این قسمت بحث شد و صحبت شد و جلسات زیاده رو پیرامون این موضوع رسیدیم به احکام و اقسام فریبکاری در دنیای تجارت به نمونه های اشاره شد و قطعا فریبکاری خب یک دنیای بسیار قطعا پیچیده ای داره و مصادق بسیار زیاده رو داره صحبت رو در قسمت مانده بفرمایید بله ما در جلسه قبل به صورت کلی و گاهی اوقات بعضی از نمونه های فریبکاری عرض کردیم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی و فرصت نشد که ام. به مصادیق فریبکاری در دنیای جدید برسیم چون جلسات قبل هم عرض کردیم که دنیای جدید دنیای مدرنیت است دنیای تکنولوژی هست زندگی ها بسیار پیچیده شده محیط کسب و کار هم بسیار پیچیده است او محیط کسب و کار ساده و بدون مشکل قدیم در, واقع در کل جهان رخت بربسته حتی بله. در بسیار بله، 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 کشور عزیز ما همینطور شرکت های جدید آمدن شرکت هایی که شاید چند صد نفر یا چند هزار نفر کارگر بله. و کارمند داشته باشند هیئت مدیره های وسیع و بزرگ خب ما در این چرخه و در این ساز و کار گرفتار یک نظام پیچیده بروکراسی اداری هستیم دوست. و به همون نسبت هم فریبکاری ها پیچیده و غیر قابل پیش بینی شده خیلی مدرن شده بله. و هر روزم بر روز میشه نمیفهمی که از کجا استفاده بکنه که کی... سفریب نخوری. دقیقا ببینید یک جایی مطلبی نوشته بود بسیار زیبا بود نوشته بود به همون اندازه که وسائل ایمنی در جهان جدید زیاد شده بله. سارقان و دزدان و فریبکاران هم از تکنیک های جدید از روش های جدید و از متد های جدید برای فریبکاری برای دور زدن برای دقلکاری استفاده میکنن بحالی. بنابراین این چرخه جنگ بین حق و باطل همیشه هست لذا گفتیم که در جلسه به چند نمونه از این مصادیق اشاره بکنیم یکی از مسادیق فریبکاری در شرکت های بزرگ فریبکاری هیئت مدیره شرکته بحالی. و خب هر شرکتی یک رئیسی داره به یک هیئت مدیره چهار بله. تشکیلاتی او متشکل از مثلا ده نفر 15 نفر بیشتر کمتر کسانی هستند که اینا صاحب نظرن و تصمیم سازن و میتونن در ارتباط با ابعاد و قسمت های مختلف شرکت تصمیم بگیرن چه با. چیزی تولید کنن چقدر تولید کنن حقوق کارمندان افزایش بدن یا کم کنن و در همه موارد اینا تصمیم ساز هستند بله. اعضای محترم هیئت مدیره ها باید یک سری خصوصیاتی داشته باشند خصوصیت اصلی هیئت مدیره اینه که اولا باید ایمان داشته باشه درست ایمان که ما اینجا میگیم <تصفح> به معنی عام کلم است یعنی انسان متعهدی باشه به لحاظ اخلاقی بله. یعنی اینکه به اصول اخلاقی اعتقاد و ایمان داشته باشه و اصول مشترک انسانی قلبا پذیرفته باشه و متعهد باشه به اینکه در عمل هم او اصول پیاده بکنه شرط دوم دانش وسیعه کسی که در هیئت مدیره هست ارز کردم مقدرات تمام کارمندان کل شرکت هیئت مدیره و تمام در واقع چرخه تولید و مصرف و توزیع در اختیار او هست این کسی که به اصطلاح رأس شرکته رأس یه هرم هست اگر از دانش وسیع برخوردار نباشه خب این نداشتن تخصص کافی باعث میشه که کل شرکت ضرر بکنه و به این ضرر ب... به همه ابعاد شرکت و حتی به مشتری ها و مصرف کننده ها هم میرسه صفت سوم داشتن اخلاق حسن است ای که اخلاق خوب داشته باشه در ارتباط با کارمندان زیردستان حسابداران اعضای شرکت اخلاق خوب داشته باشه حالا مه. فرض میکنیم اگر کسی این صفات نداشت یا این صفات به صورت بسیار ضعیفی داشت دانش مثلا نداشت تخصص در کار خودش نداشت پسر خاله رئیس شرکت آمده عضو هیئت مدیره شده بر اساس رانت و روابط و رفیق بازی بله. و این مسائل اگر اعضای هیئت مدیره انتخاب بشن تمام زحمات کارمندان و کارگران هدر میره متاسف در واقع شبکه تولید کالا دارن شب و روز عرق میریزن زحمت میکشن تلاش میکنن ولی یک قوانین غیر واقعی قوانین غیر تخصصی وضع میشه توسط هیئت مدیره که در مجموع به ضرر شرکت میشه و با باعث ورشکستگیش میشه ای. درست سیار. یکی از نمونهاش مثلا یک نمونه ای که در مورد هیئت مدیره اگر فریبکاری صورت بگیره اینه که شرکت در واقع او لوازم اصلی قانونی بس. که باید یک شرکت از او بهرمند باشه او نداره مثلا جعل میکنن یک شرکت جعلی درست میکنن یا ثبت شرکت ریجستریشن به, به اصطلاح جدید به صورت جعلی اتفاق میفته آه. یک شرکت باید مثلا فرض جواز کار فعالیت نداره هزار نفر مثلا کارگر باید داشته باشه ای با صد نفر شروع میکنه یا او خدمات لازمی که باید به کارمندان بده به. نمیده و نکته بعدی در مورد هیئت مدیره کتمان حقایقه <تصفح> ببینین مثلا به کارگران و کارمندان میگه سرمایه ما در شرکت مثلا 100 میلیون دلاره در حالی که کل سرمایه اینا ده میلیون دلاره ببینین 100 میلیون کجا ده میلیون کجا یا مثلا میگه که ما در آینده قول میدن میگن آقا ما در آینده برای شما خانه میدیم به از نظر موتر میدیم به شما خانواده شما رو تأمین میکنیم به مسافرت خارجی میبریم اینا چیزایی که در توان اونها نیست نمیتونن این کارو بکنن قول و وعده دروغ میدن حقایق <applause> حقیقت اینه که اینا در توانشون این کار نیست یا اصلا اراده ای کار ندارن ولی قول میدن به کارگران و کارمندان بعد یا بعد میگن شما بعد از 5 سال بیمه میکنیم خب بیمه بعد از یک سال بیمه میکنیم. مثلا بعد از دو سال بعد از یک سال بیمه میکنیم در حالی که بیمه نمیکنن کارگر میایه 4 سال پنج سال زحمت میکشه کار میکنه در واقع او رس جوانی ای کارگر کشیده میشه یعنی بهم. او انرژی جوانی او کشیده میشه بعد از 5 سال به یک بهانه او رو اخراج میکنه او شرکت هم استفاده های لازم شرکت استفاده ها لازم خور کرده سوء استفاده کرده بهره برداری کرده و اصلا پاسخگو نیست ببینید این کار کار غیر اخلاقی است کارگر در اینجا متزلزل میشه یا یک در واقع محصولی گارانتی و زمانت نداره یا گارانتی و زمانت او محدوده مثلا دو ماه سه ماه چهار ماه شش ماهه اینا می نویسن پنج سال گارانتی در حالی که این محصول اصلا پنج سال نمیتونه کار بکنه این خودش هم از مصادیق فریبکاری در هیئت مدیر است اگر فرصت باشه من یک دو تا نمونه دیگه کنم کن. بعدی فریبکاری کارکنان هست ببینید کارکنان در تمام قسمت های شرکت اینها اگر از او کیفیت لازم کارشون برخوردار نباشه یعنی مثلا در مواد غذایی یک نمونه خیلی عینی و ملموس درست. عرض میکنم بهداشت لازم رعایت نکنن درست. مثلا فرض کنید که مواد افزودنی بیش از اندازه اضافه بکنند به محصولات یا او چیزی که خارج از استاندارد غذایی جهانی هست کم و زیاد بشه و در دراز مدت باعث بیماری مصرف کننده بشه مثلا یک نمونه فریبکاری این که مردم کاملا به صورت محسوس در جریان هم. هستن اینه ببینید در مواد غذایی مواد غذایی یک فرایندی داره در زمانهای قدیم خانومهای محترم میفهمن و الان هم که نانوایی ها بیشتر مردم از بازار نون میخرن نانوا در زمان قدیم میرفت خمیر آماده میکرد و از ماده افزودنی استفاده نمیکرد چند ساعت میگذاشت آماده بله 3 سه ساعت چهار ساعت میگذاشت تا این خمیر آماده بشه بعد پخته میکرد بله. الان کارگر او سه چهار ساعت وقت نمیگذاره ده دقیقه نیم ساعت یک ساعت قبل از پخت میره از به اصطلاح جوش شیرین یا اصطلاح پولی که در وطندارهای ما از اون کلمه پولی استفاده میکنند از این ماده یک پودری هست از این استفاده میکنه بله. میریزه داخل آرد آبم میریزه این خمیر به ده دقیقه آماده میشه خب این باعث بیماری های بسیار مختلفی میشه باعث بیماری سرطان میشه باعث مشکلات زخم معده میشه و بسیار آثار و عوارض بدی داره در حالی ده... که به صورت کلی در شهرها استفاده بلد میشه بله استفاده میشه این قضیه فقط در نانوایی نیست در بسیاری از محصولات غذایی در کیک ها و در کلوچه‌ها، در بیسکوت در همه اینها ممکنه که استفاده بشه اگر <applause> کسی تعهد اخلاقی نداشته باشه و وقت کافی نگذاره از این ماده از این پولی یا جوش شیرین استفاده بکنه به فکر سلامت مردم نباشه این آدم در واقع اصول و موازین اخلاقی رعایت نکرده کار خود خود آسان کرده در حالی که در دراز مدت به مشتری ها و به خود شرکت ضربه زده این کار کار غیر اخلاقی است درست بسیار درود بر شما استاد یک میان برنامه کتاب ببینیم دوباره در خدمت شما هستیم بیننده های عزیز گرامی سپاس از اینکه نگاه های گرم و نازنین در این بخش از برنامه هدیه کردید پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید <applause> بیننده های عزیز گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما مثبت 964 780 255 پل ارتباطی میان شما برنامه با بیداری هست می توانید نظریات ارزنده سوالات و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید ادامه برنامه با بیداری را بیننده هستید در خدمت جناب توکلی هستیم استاد سلام مجدد خدمت شما نمونه هایی از فریبکاری در جهان تجارت و جهان مدرن بله. این موضوع چون موضوع بسیار گسترده و مبتلا به بود ما سعی کردیم که به بعضی از ابعادی رو بپردازیم و سیاره. بگیم که در واقع این کار خلاف اخلاق، خلاف دین، خلاف اسلام هست و خلاف وجدان انسانی بله. هست. یکی دیگه از مصادیق فریبکاری فریبکاری کارکنان یک شرکته. کارکنان بله. هم میتونن فریبکاری بکنن در حوضه و, و محیط کاری و بله محیطی که دست اونا میرسه یکی از مصادیق فریبکاری کارکنان اینه که چهار نفر پنج نفر در یک جا در یک محدوده خاص با همدیگه یک باندی درست بکنن یک رفاقت پنهانی با همدیگه داشته باشن عیبهای همدیگر خور بپوشنن که این مسئله متاسفانه یک آفتی است که در محیط های کاری و اداری هست و به همین خاطر در مباحث مدیریتی گفته میشه که باید هر چند سال یک بار افراد عوض بشن تا این رانت ها تشکیل نشه مثلا ببینین یک شخصی که زیر دست هست چاپلوسی و تملق رئیس بالادست خور میکنه نسبت به او تزویر میکنه فرض کنین به جایی که کار خور درست انجام بده خدمات شخصی به او ارائه میده از قبیل این که مثلا برای او چای نه. میاره فرض کنین او مهمان میکنه به خانه خو خوش خدمتی میکنه چرب زبانی میکنه این یک جایگاه بیشتر بله، پیش رئیس داشته باشه بله برای بله بله که جایگاه بیشتری پیش رئیس داشته باشه و در قلب او نفوذ بکنه و باعث بشه که کمکاری های کارگر او رئیس نبینه بله. و رئیس به او تذکر نده به اصطلاح او در محضور اخلاقی قرار میده و گاهی اوقات بری او هدایا میاره ببینین این هدیه دادن در محیط کاری یک نوع رشوه دادن هست حدیث داریم در بله. راشی و مرتشی کلاهما فنار کسی که رشوت میدهد و کسی که رشوت میگیرد هر دوتا در آتش هن. چرا؟ متاس. چون بله. این یک نوع رش... رشوت به اسم هدیه او دعوت میکنه مهمان میکنه و باعث میشه که چشم پوشی بشه از ناهی رئیس نسبت به عیبهای در واقع افراد زیر دست ای باز یک نمونه دیگه است. نمونه دیگه فریبکاری مشاوران هست ماشالا چقدر نمونه ها زیاده بله،, بله دیگه خود چون بله. فریبکاری بسیار زیاد هست بند، ما بند. باید اینا رسد بکنیم ما هم که به میاندیشیم به جزیات میاندیشیم می <تصفح> مشاوران شما میرین در یک جایی میخواین مثلا فرض کنید یک خانه بخرین یک مغازه هست که مشاوره میده درباره املاک شما با این شخص مشوره میکنین و این شخص با او سازندگان دست به یکی کردن اینا در واقع یک باندی تشکیل دادن او خانه به جای این که محکم ساخته بشه یک خانه پوشالی ساخته شده که ظاهر خوبی داره اما باطن باطن خوبی نداره مثل خانه نه. انکبوته از این موارد خیلی اتفاق میفته چون نظارت هم نیست از طرف بلدیه این موارد بسیار اتفاق میفته مخصوصا در کشور عزیز ما یک آپارتمان 4 5 طبقه درست میکنن با مصالح بسیار ضعیف که با یک زلزله 3 4 ریشتری ممکنه که بله این در واقع خراب بشه و باعث نابودی یک نسل بشه باعث نابودی اموال بشه یه این مشاور شما میرین بله میرین با ده. مشاور املاک صحبت میکنین میگه نه از نظر مهندسی کاملا مورد تایید هست خانر میخرین خدای نکرده یک زلزله میاد همونطور که ما دیدیم در در ترکیه البته ترکیه نسبت به افغانستان خیلی وضعیت مهندسیش بهتر هست در ترکیه شما دیدین با یک زلزله چقدر کشته متاسف. داد همی،, همی, زلزله با همی میزان در جاپان آمد و صحبت کردن با وزیر مسکن جاپان ایشون گفته بود که اگر با همین مقیاس زلزله در جاپان بیاد ما حد اکثر هفتاد یا هشتاد نفر کشته میدیم در حالی که همین زلزله در ترکیه آمد چل پینجا هزار کشته داد اگر خدای نکرده در افغانستان بیاید چند میلیون کشته میده چرا؟ چون افراد میرن اعتماد میکنن با مشاور مشورت میکنن مشاور خیانت میکنه فریب میده در واقع مشتریر و از او طرف از صاحب ملک حق حساب میگیره فریبکاری بعدی فریبکاری تأمین کنندگان کالا و خدمات هست کسانی که مواد خام و مواد اصلی شرکت تأمین میکنن به جایی که جنس درجه یک بیارن درجه دو و سه و چهار میارن بعضی از جنس ها تاریخ مصرف اینا گذشته او چیزی که تاریخ مصرفی گذشته و طبق موازین و استانداردهای جهانی نیست از او نباید استفاده کرد میارن و مخلوط میکنن متاسفانه در بعضی از قنادی ها این مسئله خیلی زیاد هست مثلا من شنیدم که جلبی خب در الان در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم به. جلبی مثلا روغن جلبی از 6 ماه پیش مونده از یک سال پیش مونده اونا رو استفاده میکنن روغن جلبی یک بله روغنی یک روغنیه که به برد. یک شیرینی مخصوصیه که در داخل روغن باید پخته بشه درست خب پخته میشه ای باید یک بار سرخ بشه ای روغن بله. اینا به جای یک بار ده بار بعضی از قنادها استفاده میکنن متاسفانه درست از کرد ما همه نمیگیم بسیاری از قنادهای مؤمن و متدین هم هستن که رایت میکنن ممکنه که کسی ببینید پزشکان میگن روغن وقتی دو بار سه بار چهار بار سرخ بشه یک ماده در خود خود از او ترشوه میشه که سرطانزاست دوست. ببینید ظاهر ای جلبی بسیار زیبا و جذاب هست اما باطنی و سرطانزاست و نکته آخر فریبکاری رقباست رقبای شرکت رقبای یک دکان دکاندار اینها رقبا کیاین رقبا کسانی هستند که میتونن در هیته کاری شما تولیداتی داشته باشن مشابه شما اینا هم فریبکاری میکنن میان مثلا فرض کنن که از از برند یا از مارک شرکت شما استفاده میکنن با یک نام دیگه مثلا یک مغازه در یک بازار ایجا افتاده به خاطر تعهد و صداقتی که داره مثلا مغازه سید مثلا ارزان فروش مثلا مثلا, مثلاً نظم میکنیم خب معروف هست بین مردم که این شخص آدم ارزان فروش و متعهدیه این شخص دیگه میاد یک اسم شبیه او درست میکنه شعبه دو میشه مثلا مثلا میگه سید آقا ارزان فروش یا آقا سید ببینید این خودش یک نوع فریبکاریه برای که مردم و مشتری که میاد تشخیص نده که کدوم مغازه مغازه هست که مورد اعتماده و باید به اونجا مراجعه بکنه این خودش فریبکاری از فریبکاری رقیب میگ یک مثال خیلی عینی و ملموس دادم که مردم عزیز ما بدونن در نظام تجارت بین الملل از این موارد بسیار زیاد هست و متاسفانه برندها و شرکت های معتبر جهانی شرکت های دیگری پیدا میشن در کشورهای جهان سوم که کالای فیک یعنی کالای بدل ده. تولید میکنن به نام او شرکت و تا بخواد مشتری تشخیص بده که این کالایی که میخریدم کالای اصیل ده. و اوریجینال نبوده به اصطلاح ما کلای و پس معرکه یعنی ضرر کرده پول از دست رفته وقت و سرمایه و انرژی او صرف شده و به نتیجه نرسیده اگر باز فرصت بشه من میتونم که دیگه بگم و سوال بعدی رو مطرح بکنیم ان شاء الله پاسخش بگذاریم برای بلد. پس از وقفه <applause> نقش تبلیغات دروغین و کارانه استاد بله بله این چه حکم رو داره و چه جایگاه رو داره وجود دل. داره نداره چه بسیار خوبی است آفرین بر شما تبلیغات اه، بینندگان عزیز ما میدونن که ما در... یک دقیقه استاد وقت داریم حالا میخوایم پس ما خیلی کوتاه تعریفش میگم بعد باشه برای بخش بعدی ببینین اصلا شعاری که در دنیای جدید تجارت داده میشه اینه که تجارت یعنی تبلیغات یعنی نه. تبلیغات در واقع یکی از اصول و مبانی اصلی موفقیت در تجارت هست در بحث مارکتینگ و تجارت جهانی گفته میشه که تبلیغات باید تبلیغات صحیح باشه و الا اگر این تبلیغات تبلیغات صادقانه و اخلاقی نباشه در نهایت خود او شرکت تبلیغ کننده بیشتر از مشتری ضرر میبینه و ما بعد صحبت میکنیم که بگیم تبلیغات چه اصول و موازینی باید در او رعایت بشه که اگر نشه مستاق فریب کاریست بسیار عالی استاد اگر اجازه بتن پس از یک میان برنامه کتاب بعد سوال بعدی رو مطرح کنیم بیننده های عزیز گرامی سپاس از همراهیتان پس از یک میان برنامه کتاب دوباره ما رو همراهی کنید یا صاحب الزمان شود یا که شبی بر دل من یار شبیه یار این خسته غم دیده بیمار شدید سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم دل من آب شده کی تو پدیدار شدی با کلافی بنشستم سر بازار روخن کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق کی به پیراهن خود نور شب تار شدی هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی ز غم غربت تو شام غریبان شد دل ز غم غربت تو شام غریبان شد دل چه شود گر تو کار دل زار شدی شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی اللهم عجل, عجل لولی کل فرج بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید ادامه برنامه به وقت بیداری هست و در خدمت جناب استاد توکلی هستیم استاد آیا تبلیغات دروغین هم فریبکاری محسوب میشه یا خیر اصلا ما جواز برای تبلیغات داریم یا نه اگر داریم به چه صورتی باید تبلیغات صورت بگیره؟ بسیار سوال به جا و مناسبی است درود بر شما سلامت بینندگان عزیز ما در جریان هستند که در واقع در دنیای جدید در دنیای مدرن دنیایی که اطراف ما محصولات تکنولوژی پر کرده و ما در محیط زندگی خو ناگزیر هستیم از استفاده از این محصولاتی که مصنوع دست بشر هست بسیاری از محصولات از اقصان نقاط عالم به ما میرسه در کشور ما تولید نمیشه در جای دیگه تولید میشه با توجه به اینکه دنیا دنیای کوچیکی شده و دهکده جهانی هست شرکت های بزرگ در واقع خود خود موظف میدونن که از محصول خود تبلیغ کنن به دلایل مختلف اولا اه. این که مشتری ها نسبت به محصول اونها آگاهی پیدا بکنن ثانیا این که در دنیای رقابت با شرکت های مشابه کم نیارن و بتونن اعتماد مشتری جلب کنن و ثالثا این که اعتماد سازی بکنن و در دراز مدت بتونن یک پشتوانه و سرمایه روحی روانی و اخلاقی ایجاد بکنن که این پشتوانه روانی میتونه زامن ادامه کارشون باشه سیاره. لذا شعار در واقع بازرگانان و تجار در دنیای جدید این است که تجارت همان تبلیغات است ببینین این جمله یک نوع مبالغی در روح هست بهم. تجارت تبلیغات نیست تبلیغات جزی از تجارته اما چون تبلیغات بسیار تاثیر داره در نه. جلب مشتری به همین خاطر آمدن گفتن که تجارت همان تبلیغاته و حالا ما میخوایم از منظر اخلاقی بحث بکنیم ببینیم که درود بر آیا یک فروشنده اخلاقا مجاز هست به تبلیغ و اگر مجاز هست تا چه محدودی مجازه و نه. اگر از این محدود پاخور فراتر بگذاره آیا مصداق فریبکاری حساب میشه یا یعنی؟ نه ببینید بس. از منظر عقلی و شرعی اگر کسی محصولی داره میتونه در یک حدی که در واقع مصداق دروغ نباشه مصداق جعل نباشه مصداق تحریف نباشه از کالای خودش تعریف بکنه و توضیح بده و او ابهام ها روشن بکنه و مشتری با خبر بشه در این حد هیچ اشکالی نداره بس. همه همه ها و اخلاقیون گفتن که ای درسته و قرآن هم میگه و اما به نعمت ربکه فهدس اگر خداوند به تو نعمتی داده و نعمت بره دیگران بیان کن بله اما اگر در این تبلیغات مبالغه صورت بگیره دروغ صورت بگیره جابجایی صورت بگیره و کالاها وارونه جلوه داده بشه به اصطلاح مثل او قصه پیاز عکه در شهر مکه بشه بهن. که حدیث جعل کردن و گفتن هر کس پیاز اکر در شهر مکه بخوره جنت بر او واجب هست به ظرف یک ساعت پیازه شخص فروخته شد خب این مصداق در واقع دروغ هست متاسفانه در دنیای تجارت چون دنیای رقابت هست ما تبلیغات دروغین هم زیاد داریم و خود این قصه یکی از مصادیق سفسته و مغالطه مغالطه یعنی چی؟ مغالطه یعنی پوشاندن یک باطل با لباس حق ما یک چیزی که طبعاً. گرگی که لباس گوسفند میپوشه جنس بیکیفیت قالب میکنیم به مشتری با تبلیغات دروغی بله. بله اگر در تبلیغات صداقت رعایت نشه امانتداری رعایت نشه مبالغه صورت بگیره یا سازی صورت بگیره یک جنس به جای جنس دیگری به مشتری قالب بشه جنس بیکیفیت و جنسی که در واقع اصیل نیست این آه. جنسی که اوریجینال نیست و جنس بدل هست جنس فیک هست این ما اگر به مشتری بدیم این میشه مصداق در واقع فریب کاری و متاسف هستیم از اینکه اعلام بکنیم که بیشتر تبلیغات دنیای تجارت تبلیغات دروغین و فریبکارانه هست و هدف او در واقع فریب دادن مشتری است هدف نه. تبلیغ کنندگان این است که در واقع میگن ما با تبلیغات میایم کالا خورد در بازار جا میندازیم اما غافلن از این که وقتی تبلیغات دروغین بکنن ممکنه در گام اول موفق بشن اما در دراز مدت ضرر میکنن چون مشتری هم بالاخره عقل داره ای کالار با کالای دیگه مقایسه میکنه و بعد میبینه که کارایی لازم نداره و از او شرکت و از او برند ناامید میشه میره به سمت رقبا معیار تبلیغات دروغین زیرکی پنداری هست یعنی کسی مرست. که تبلیغات دروغین میکنه فکر میکنه که زیرک هست در حالی که زیرک میکرمه. نیست در حالی که در دراز مدت ضرر میکنه او حدیث پیغمبر فراموش نکنیم که فرمود ان نجاتو فی صدق کما ان الهلاکه فی الکذب بالاخره او کسی موفق میشه و ماهی مقصود در از آب میگیره که اهل صداقت اهل راستگویی هست و دروغ و فریب و مبالغه در کار او نیست سیاره. و دیگه هدف بعدی تبلیغ کنندگان دروغین اینه که اینا تلقی ابزارنگارانه دارن از عناصر سازمان و از مشتری یعنی مشتری مشتری حرمت انسانی قائل نیستن برای کارگر و کارمند خو حرمت انسانی و اصالت قائل نیستن به عنوان یک ابزار از اینا استفاده میکنن میگن خب حالا به اصطلاح خر از پل بگذره بعدن هرچی شد هرچی چی باد آباد این هم بهم. یک نوع در واقع ازش تعبیل میشه به بلاحت در تجارت یعنی تاجری که به فکر آینده کارخونی است و میخواد خرش از پل بگذره ای در در نهایت خودش ضرر میکنه و تاجری که حقوق کارمند و کارگر خود نمیکنه حقوق مشتری نه. راید نمیکنه تبلیغات دروغین میکنه این خودش ضرر میکنه و نکته آخر هم اینه که یک چونین تاجری یک چونین شرکتی یک چونین نه. فکتوری دغدغه های اخلاقی نداره ای اگر اجازه باشه من یک, یک دقیقه در ارتباط با همین عنوان آخری صحبت بکنم اگر وقت باشه ببینید در دنیای مدرنیته متاسفانه اخلاق رخت بربسته از زندگی ما چرا؟ چون به قول اون بزرگ انسان امروزی به اسب خراس هست اسب خراس در زمان قدیم اگر یادتون باشه سرش درست میکردن سرش یک ماده ای بود که به عنوان چسب استفاده میشد از او در محصولات تجاری یک اسبی بود این اسب میبستن دور یک دایره سنگی حرکت میدادند به این اسب ای در واقع مثل خرمن کوبی این سرشار میکوبی ای اسب سر صبح که چشمیور اور و شب که باز میکردن یک قدم جلوتر یا عقبتر بود خب حالا مثال ما چیه؟ چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم انسان امروزی در چرخه باطل تولید برای مصرف و مصرف برای تولید مونده آنقدر تولید میکنه که به شر استفاده از این محصولات میمونه خب این باید برد. یک جوری مصرف بشه قالب بکنه به مشتری لذا متواصل میشه به تبلیغات درو بعد این کالا وقتی که مصرف شد باز نیازمند تولید جدید هست یعنی یک نوع مصرف گرایی و اسراف روحی اسراف در بین جوامع که محصول مدرنیته است ایجاد شده این مصرف گرایی باعث میشه که در در واقع پشتوانه مسب گرایی تبلیغات دروغین باشه یک شرکت بهم. چند میلیون محصول تولید میکنه خب در بازار اینقدر مشتری نداره نیاز بازار اینقدر بهم. نیست مجبوره که تبلیغات بکنه و این تبلیغات باعث میشه که متوسل به دروغ متوسل به تحریف بشه استاد زمان خیلی کم داره مگر اجازه تن همین یک بله. سوال پاسخ بگیریم و نه؟ مسائل اخلاقی دیگه رعایت نکنه بسیار عالی تشکر استاد در این مختصر هر کسی مهرسو و تمه کسی که مخواهی مثلا یک جنس را با قیمت بیشتر بفروشد تا یک مثلا سود بیشتر رزی بکنه این هم فریب کاری میشه خیلی قطعا ببینید انسان هریس اول بگین که چند دقیقه وقت دارنی شما دو دقیقه ما یک تعریفی از هرس دارم و بعد اگر مختصف. حالا فرصت شد برای هفته بعد میگذاریم ببینید هرس یعنی در واقع احساس خلع درونی یک نوع وسواس فکری برای داشتن چیزی که ما به اون نیاز نداریم از نظر اخلاقی درست. هرس اینه یعنی چیزی که شما یک نیاز کاذب و دروغین شخص در خودش ای ایجاد میکنه و میخواد به او چیزی برسه که به او نیاز نداره این میگن هرس بله اگر کسی هرس فراوان داشته باشه این هرس باعث میشه که متوسل به دروغ بشه بله. یعنی در واقع میخواد که در زمان یعنی کوتاه در واقع زمینه رو فراهم بکنه بله. برای فرایب. در زمان کوتاه میخواد به سود فراوان برسه 100 سال در یک شبه بپیمایه یک شخص کاسه باید 5 سال 10 سال 20 سال کار کنه تا به یک تجارتی به یک سرمایه برسه این میخواد مثلا در 6 ماه در یک سال در واقع اون او نتیجه, نتیجه که دیگران در ده سال میگیرن و این خودش باعث میشه که متوسل به دروغ و فریب و خودعه بشه و باعث میشه که در واقع خودش ضرر بکنه یکی از مصادیق حب دنیا که در حدیث پی... پیغمبرم آمده که فرمود حب بود دنیا رأس و کل خطیعه اینجا پیغمبر نفرمود استفاده از دنیا خطاست فرمود حب دنیا یعنی حرس در دنیا در واقع رأس همه خطاها و اشتباهات هست کسی که یا افرادی که هرس دارن باعث میشه که اینا متوصل به اموری بشن که غیر اخلاقی هست بسیار راستین هست تشکر از حضورتان انشاءالا که خیر و سلامتی بعد خیر راهتان باشه ساعت دیگر روزهای پایانی سال هست در حق ما و بیننده ها کوتاه و مختصر دعا داشته باشین و حتما در شب سال نو لحظات تحویل سال نو مارا از دای خیرتان و بیننده ها را فراموش نکنید اگر یاد ما کرده و باران گرفت آی به حال بیابان نما بزرگوارید قران میفرماید که ختامهو مسک و متنافسون. به ذالکه فلیتنافص المتنافسون امیدواریم که مصداق این شعر زیبا باشیم که فرمود خدایا چنان کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار امیدواریم که این عرائز ما مورد استفاده بینندگان عزیز قرار بگیره و خداوند به ما توفیق بده که زندگی اخلاقی داشته باشیم هم در محیط خانواده هم در محیط کسب و کار و موفق باشیم که رزق حلال به دست بیاریم بسیار. که مصداق اون حدیث امام صادق باشیم که فرمود کسب رزق حلال از جهاد در راه خدا سختتر و با ارزش تر بسیار تشکر است خیلی ممنون سلامت باشید این قصه هم رسید به پایان خدا حافظ جان شما و خاطره هامان خدا حافظ من میروم بدون تو اما دعایم کن در اولین تراوش باران خدا حافظ بیننده های عزیز و گرامی سپاس از این تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه این به وقتی بیداریک تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه ای بعد همه تان را به الله پاک تا ایام بکام تا ایام به کام تان وقت خوش خدا نگهدار